خبرهایی از تحولات قیام مردم سوریه. شهرهای حلب، درعا، حمص، کفرزیتا و چندین منطقه در دمشق و حومه آن با بشکه‌های انفجاری هدف قرار گرفت. تلویزیون الجزیره گزارش داد بعد از به کنترل درآمدن شهر یبرود در ناحیه قلمون توسط نظامیان اسد، هواپیماهای جنگی بیش از 20 بار اطراف شهرک عرسال و رأس بعلبک در داخل لبنان را بمباران کردند. در جریان این حملات یک کمپ پناهندگان نیز هدف قرار گرفت که در نتیجه آن ده ها تن از پناهندگان سوری کشته و زخمی شدند. در بین قربانیان این جنایت تعدادی زن و کودک نیز دیده می شوند. تلویزیون الجزیره گزارش داد نبردهای سنگینی بین گردانهای اپوزیسیون سوریه از یک سو و نظامیان اسد و حزب الشیطان از سوی دیگر در منطقه قلمون در اطراف شهر یبرود و منطقه ریما در جریان است و انقلابیون سوری در یک کمین تعدادی از عناصر حزب الشیطان را به هلاکت رساندند. از سوی دیگر رزمندگان ارتش آزادی در یک عملیات ویژه در حومه دمشق به داخل یک شهرک نفوذ کردند و چند پایگاه و مرکز امنیتی نظامیان اسد را تصرف کردند. در درعا نیز انقلابیون سوری شاخه اطلاعات هوایی رژیم اسد را با موشک هدف قرار دادند و حمله دشمن به شهر مورک را در هم کوبیدند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد با وجود حملات و قتل عام مردم و تجاوز به زنان در سوریه، توافق ژنو برای حل سیاسی بحران سوریه نامطمئن و مورد تردید است. رئیس جمهور فرانسه از کشورهای جهان خواست برای حل و فصل بحران انسانی در سوریه تلاش کنند، فشار بیاورند و خود را کنار نکشند. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه نیز به بشار اسد هشدار داد مسئولیت آنچه در سوریه و در قرن 21 اتفاق می‌افتد تماماً به عهده اوست. بر اثر یک انفجار در دره بقای لبنان تعدادی از نیروهای حزب الشیطان به هلاکت رسیدند. یک منبع امنیتی لبنان در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت یک انفجار در اواخر یک شنبه 4 نفر را در منطقه تحت کنترل حزب الله نزدیک مرز سوریه کشت. خبرگزاری فرانسه افزود مناطق تحت سلطه حزب الله از زمانی که آنها در حمایت از بشار اسد به سوریه نیرو اعزام می‌کنند مورد حمله قرار گرفته است. در میان کشته شدگان یکی از سرکردگان حزب الشیطان به نام قاضی عبدالرحمن دیده می‌شود.